مصاحبه جدید رها اعتمادی در مورد گوگوش همه را شوکه کرد. لطفا قبل از هر چیز روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله کناریش رو فشار بدید و لایک و کامنت رو فراموش نکنید. رها اعتمادی جدیداً یک مصاحبه‌ای با یکی از شبکه‌های خبرگزاری داشت و در این مصاحبه این چنین گفت: وقتی من 15 سالم بود یهو شنیدم که گفتند گوگوش بعد از 21 سال آزاد شد. از پدرم پرسیدم یعنی چی گوگوش آزاد شد؟ مگه گوگوش زندانی بود؟ پدرم گفت بله. پدرم به هم گفت گوگوش بعد از 21 سال تونست از ایران خارج بشه و وارد کانادا بشه و حالا دیگه میتونه بعد از 21 سال بخونه. برام بسیار عجیب بود و خب گوگوش هم واقعا در کانادا شروع کرد به برگزاری کنسرت هاش و وقتی من میشنیدم که هنرمندی مثل گوگوش از کودکی زحمات زیادی کشیده تا به اینجا برسه برام بسیار عجیب بود و خب خیلی بهش افتخار میکردم و افتخار میکردم که اون یک هنرمند ایرانیه و اما هرگز فکر نمیکردم باهاش بتونم همکاری داشته باشم و بتونم از نزدیک ببینمش و در نهایت مسائلی پیش اومد و ما همدیگر رو دیدیم و در نهایت الان با همدیگه ارتباط خیلی نزدیکی داریم و یه جورای دیگه با هم داریم زندگی میکنیم. رها اعتمادی در این مصاحبه گفت واقعا شما در واژه زن زندگی آزادی گوگوش رو باید ببینید، چرا که گوگوش روی صحنه هم زندگی کرد، هم آزادیش رو به دست آورد و هم زن بودن خودش رو به تصویر کشید که میتونه با عنوان یک زن قدرتمند باشه، میتونه استعدادهاش رو شکوفا بکنه و میتونه آزادانه تصمیم بگیره و به کاری که دوست داره ادامه بده و در نهایت گوگوش رو شما میبینید که با صحنه‌ای که بهش زن زندگی آزادی رو داد داره با این صحنه خداحافظی میکنه. رها اعتمادی در ادامه گفت باید از گوگوش عشق، آزادی، زندگی رو یاد بگیریم، چرا که او به تنهایی تونست این سه کلمه رو واقعاً به معنای واقعی به اجرا در بیاره و واقعاً سعی کرد خودش رو پای خودش از بچگی وایسته و به تنهایی کاری رو بکنه که دوست داشت و واقعاً توی صحنه آزادی رو به دست آورد. گوگوش میتونه برای همه ما الگوی خوبی باشه. او به تنهایی تونست بدرخشه و به تنهایی تونست زندگی رو زندگی کنه. فکر میکنم گوگوش نه تنها برای زنها بلکه برای مردها هم بتونه الگوی خیلی خوب و بزرگی باشه. برای گوگوش عزیزم آرزوی موفقیت و سلامتی دارم و این روزها مردم باید قبول بکنن که گوگوش داره از صحنه برای همیشه خداحافظی میکنه. دوستان عزیز، در این مصاحبه رها تصویر جدیدی از رها رو میبینید که یک تصویر جا افتاده هست و او حالا مرد زندگی گوگوش شده. او که در دوران کودکی و نوجوانیش هرگز فکر نمیکرد که از کنار گوگوش هم رد بشه و حتی بتونه گوگوش رو ببینه، حالا شریک زندگی گوگوش شده و گوگوش همه دار و ندارش رو در اختیار رها اعتمادی قرار داده و باید قبول بکنید و باور بکنید که گوگوش یک عشق در زندگیش داره و او حالا رها اعتمادی است. رهایی که گوگوش برای او در صحنه خوند و به عشق او رقصید، اما کسی احساس گوگوش رو روی صحنه متوجه نشد که حالا گوگوش در اوج پیری در سن 73 سالگی برای عشق جوان خودش یعنی رها اعتمادی میخونه، نه برای مردم. او برای مردم خوند اما به عشق رها اعتمادی خوند. او برای رها اعتمادی خوند اما تنها کسی که از عشق او خبر داشت بابک سعیدی بود و ندا سعیدی بود و حالا ندا سعیدی، بابک سعیدی و آرش بسیاری از افرادی هستند که در گروه و مافیای رها اعتمادی قرار گرفتند و گوگوش عاشق و یک و تنها
در مسیر خداحافظی از صحنه معلوم نیست که چه بلایی سر او خواهد آمد، اما گوگوش در مصاحبه جدیدی که با همین شبکه خبرگزاری در کنار رها اعتمادی داشته اعلام کرده که به زودی برنامه‌های جدیدی از گوگوش رو مردم خواهند دید و او بعد از خداحافظی از صحنه قرار وارد هنرهای دیگری بشه. باید بگیم که گوگوش در این سالها واقعا عشق خودش رو به رها اعتمادی ثابت کرد. رها اعتمادی سعی کرد با سوء استفاده از گوگوش هنرمند پول زیادی به جیب بزنه، تا جایی که حتی بسیاری از طرفداران گوگوش برای اینکه با خانم گوگوش یه عکس یادگاری بگیرند پول هنگفتی رو بابت این قضیه به رها اعتمادی پرداخت کردن و رها برای افرادی که میخواستن گوگوش رو از نزدیک ببینن و ملاقاتی با گوگوش داشته باشن یک تیکت بسیار گران قیمتی رو برای این افراد که دوست دارن با گوگوش عکس یادگاری بگیرن و ملاقات داشته باشن قرار داد و این تیکت ها رو به خوبی و به راحتی فروخت و در نهایت پول زیادی هم از طریق همین ماجرا رو به جیب زد. و خب افرادی که پولدار بودن و وضعشون خوب بود تونستن این تیکت ها رو بخرن و رها رو پولدار بکنن و حالا یه عکس یادگاری هم با خانم گوگوش داشته باشن. و هنوز افرادی هم هستن که آرزوی حضور در کنسرت گوگوش رو دارن و بهتره بگیم دیگه هرگز به این آرزوشون نمیرسن، چون گوگوش برای همیشه داره از صحنه خداحافظی میکنه. اما دوستان عزیز نگران نباشید، اینا کلک های رها اعتمادیه. خانم گوگوش باز هم چند وقت بعد یک کنسرت بزرگی رو برگزار خواهد کرد، اما یادتون باشه که قیمت این بلیت ها بسیار گران قیمت تر از بلیت کنسرت های قبلی خانم گوگوش خواهد بود و این کلاه برداری هستش که رها اعتمادی از طریق گوگوش از مردم میکنه. بنابراین حواستون جمع باشه و بیگدار به آب نزنید و این رها و رهاها و فرشید پسرخونده آقای ابی افرادی هستن که مافیای موسیقی کشورمون شدند و در نهایت با سوء استفاده از هنرمندانمون و نزدیکی که با این هنرمندان دارن هم جیب هنرمندا رو خالی میکنن هم جیب مردم رو. دوستان عزیز نظر شما راجع به این قضیه چیه؟ لطفا نظراتتون رو در قسمت کامنت ها برامون بنویسید و لایک و کامنت رو فراموش نکنید و لطفا در قسمت سرچ یوتیوب نام کانال نیوز تیوی رو سرچ کنید، به صورت فینگلیش یا انگلیسی وارد کانالمون بشید، ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید و برای دوستاتون حتما در فیسبوک و توییتر در گروه های ایرانیان و فارسی زبانان کشورهای آمریکا، استرالیا، کانادا، بلژیک، آلمان، سوئیس، دانمارک و بسیاری از کشورهای دیگر لطفاً شیر کنید و منتظر ویدیوهای جدید و بعدی ما از کانالهای نیوز تیوی، فکت نیوز و حاشیه مدیا باشید. تا یک ویدیو دیگه، شب و روز بر شما عزیزان خوش.